خشکسالی بی‌سابقه ایران منابع آبی را به مرز بحران رسانده و گزارش‌های هواشناسی هم پاییز خشکی را پیش‌بینی کردند. این خشکسالی در 52 سال گذشته بی‌سابقه بوده و تقریباً همه استان‌های کشور با این تنش آبی درگیرند. استان تهران نیز با وجود 5 سد هنوز به میزان 100 روز مصرف شهروندانش نسبت به سال گذشته با کمبود آب روبروست و در شرایطی به فصل پاییز و شروع سال آبی جدید وارد می شود که نسبت به سال گذشته 314 میلیون متر مکعب کسری دارد. ما الان در موقعیت سد لچیان هستیم، یکی از سدهای سامانه شرق تهران که وظیفه تامین آب شرب تهران رو در زنجیره سد لار که بالا دست سد لچیان هست و خود سد لچیان و پایین دست سد لچیان که سد ممدو میشه، وظیفه تامین آب شرب سامانه شرق یعنی شمال شرق، شرق تهران و شهرهای جنوب شرق تهران رو به عهده داره. متاسفانه با توجه به کاهش میزان بارش ها در سال آبی گذشته، ما با کاهش 34% بارش ها در حوزه عملکرد استان تهران مواجه بودیم. همین کاهش باعث شد که ما در روند آبگیری سطح هامون و حجم ذخیره سطح هامون هم متاسفانه دچار کم آبی و محدودیت بشیم و همین موضوع رو شرایطی رو برای ما ایجاد کرد که الان که شروع سال آبی جدید هست، ما در همین سد لطیان با کاهش تقریبا 32 میلیون متر مکعبی نسبت به روز مشابه سال گذشته و شرایط سال گذشته سد لطیان مواجه شدیم. یعنی ما سال گذشته این موقع در سد لطیان 64 میلیون متر مکعب موجودی مخزن بود که الان این موجودی به نزدیک 32 میلیون متر مکعب رسیده. ببینید، من اگر مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. ما الان کسری مخزنمون در سامانه شرق بالغ بر 200 میلیون متر مکعب میشه، یعنی سد لطیان، لار و مامدو تقریبا 200 میلیون متر مکعب کاهش ذخیره مخزن دارن و در سامانه غرب 115 میلیون متر مکعب. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد. شرایط رو اگر من بخوام به صورت کلی در سدهای پنجگانه تهران که وظیفه تامین آب شرب تهران رو به عهده دارم بگم خدمتتون، ما پارسال با یک حجم ذخیره تقریبا 810 میلیون متر مکعبی وارد سال آبی جدید شده بودیم. متاسفانه این حجم ذخیره امسال با یک کاهش 315 میلیون متر مکعبی مواجه شده و در حال حاضر سدهای پنجگانه تهران یک کاهش ذخیره تقریبا 315 میلیون متر مکعبی رو دارم و کل موجودی مخازنمون 503 میلیون متر مکعب شده. شرایطی که سازمان هواشناسی هم اعلام کرده که ما پاییز بارش های پاییزمون در حوزه عملکرد و حوزه آبریز سدهای تهران شرایطمون مهر و آبان زیر نرمال هست، یعنی بارندگی آنچنانی نخواهیم داشت. امیدواریم که آذر ماه که حالا تو پیش بینی ها بارش نرمالی پیش بینی شده، شرایط بارندگی ها به نحوی باشه که یه بخشی از این کمبودها و کسری مخازنی که داریم بشه جبران کرد که با یک حالا شرایط بهتری ما تامین آب شرب تهران و شهرهای جنوب شرق استان رو داشته باشیم. ورودی سدهای تامین کننده آب تهران 40% کاهش داشتند و این در حالی است که بیش از 150 میلیارد متر مکعب بیشتر از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی تهران برداشت می شود. متوسط مصرف آب در تهران 3 میلیارد و 300 میلیون لیتر است. این میزان مصرف در کنار ارقام بارندگی سال آبی گذشته، ایران را وارد بدترین سال از نظر خشکسالی در 50 سال اخیر کرده است. سال
سال آبی مهر ماه 1399 تا اواخر شهریور 1400 در حالی به پایان رسید که بارش‌ها نسبت به متوسط دوره بلند مدت 52 ساله با کاهش 37% همراه بود. معمولاً پریود خشکسالی‌ها دو ساله است و سال دوم به مراتب شدتش بیشتر از سال اولش میشه. برای همین شرایط رو متاسفانه یکم نگران کننده میکنه برام. ما دوره‌هایی که داشتیم، آخرین خشکسالی که ما داشتیم سال 93 بوده. سال 92-93 و سال آبی 93-94 شرایط خشکسالی داشتیم. وضعیت بارش هامون خیلی کم بود، ولی امسال میزان ورودی هامون و شرایط حدی که امسال اتفاق افتاده در 52 سال گذشته که ما طول مدت آمار برداریمون هست بی سابقه بوده. این موضوع هم در سطح کشور و هم در حوزه عملکرد استان تهران به وضوح کاملا ما دیدیم شرایط رو و اثرش رو تو مخازنمون، تو آبیاری مخازنمون دیدیم. این استان از ابتدای سال آبی جاری فقط 4 میلیمتر بارندگی داشته و در حال حاضر مخازن آن 452 میلیون متر مکعب آب دارد، در حالی که این رقم در سال گذشته 751 میلیون متر مکعب بود. یعنی این استان با جمعیت بیش از 13 میلیون نفر 300 میلیون متر مکعب کسری مخازن آبی دارد. از طرف دیگر بحران خشکسالی ارتباط مستقیمی با فرونشست زمین دارد. وضعیت منابع آب زیرزمینی استان تهران با 150 میلیون متر مکعب بیلان منفی سالانه در شرایط نامساعدی قرار دارد و این موضوع به خصوص در جنوب تهران و دشت ورامین که از مناطق ممنوعه و بحرانی کشور است خود را حادتر نشان می‌دهد. اگر این وضعیت از نظر تعداد چاه‌ها، برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی و مدیریت نکردن کشت و همچنین وضعیت بارش‌ها به همین شیوه پیش رود، کمتر از 10 سال برای جبران فرونشست زمین در ایران فرصت داریم.